درود بر شما، امیدوارم حالت خوب باشه. این روزها میبینم که جریان‌های سیاسی عموماً خارج از کشور دنبال تحریم انتخابات هستن و بسیار برای من خوشحال کننده است که انتخابات تحریم بشه. و چون هر وقت اون قشر 20% قشر متوسط جامعه آمدن رأی دادن، جز نکبت روی کار نیاوردن و این اسهالیون رو بر ما حاکم کردن که جماعت دزد و خائن و وطن فروش هستن و دریچه‌های نفوذ هستن به درون حاکمیت ملی، سر کار آمدن. الان خیلی خوشحالم که این سیاست تحریم انتخابات دنبال بشه و این قشری که همیشه نکبت رو بر من حاکم میکردن، جریان‌های سیاسی خطرناک اسهالیون رو، اینا رأی نیارن. همون بخشی که همیشه جریان مذهبی میرن رأی میدن به جریان‌های انقلابی رو روکای میارن، اونا باشن. آسیب به کشور خیلی کمتر خواهد شد تا زمانی که این قشر متوسط و شمال شهری ها و ثروتمندها، این رسانه هایی که به اینا متعلق هست، با تحریک و دوگانه سازی جماعت های رو کار میارن که 100% به ضرر حاکمیت ملی و منافع ملی است. و من خیلی خوشحالم، استقبال میکنم. و البته معمولا 60-70% همیشه در هر شرایطی در انتخابات شرکت میکنن. اون 20% هستن که من به اونا میگم قشر متوسط، چون که الان مثل قدیم نمیتونیم جامعه رو به این صورت تقسیم بندی کنیم: قشر مرفه، قشر متوسط و فقیر. الان باید 4 پله تقسیم کنیم، چون نابرابری خیلی زیاد شد در ایران. نابرابری اجتماعی یک سرمایه‌داری فاشیستی الان هست و قشر ابر میلیاردر و ثروتمند داریم که 30-40 هزار تا 50 هزار تا هستند، جزء حلقه های بانکی مرکزی هستن. رانت، منافع ارز و بانک ها دست اینا هست. یه قشر 20% ما قشر متوسط داریم که احتمالا 15-14 میلیون این تعداد باشن و اکثریت به نظر من قشر توده اسمشو باید بذاریم، جدا از اون قشر فقیری که داریم که الان خیلی زیاد شدن، شاید هم 10 میلیون قشر فقیر داشته باشیم. و این وسط مثلا بمونه 50 میلیون قشر توده، یعنی زیر متوسط و بالای خط فقر. و این قشر متوسط هست که میتونه آمار انتخابات رو همیشه به سمت جریان های خطرناک اسهالیون شیفت بده. و معمولا هم این تحریم هایی که اپوزیسیون خارج از کشور کرده این 40 سال تأثیری در انتخابات نداشته. موقعی که این جریان های خطرناک اسهالیون اینا تونستن مردم رو فریب بدن، اون موقع نتایج انتخابات عوض میشه. موقعی که شمال شهری ها با اون قشر 15 میلیونی قشر متوسط برخوردار، اونا میتونن بقیه بخش دیگه از این ملت رو، قشر توده رو، جو بسازن، جوگیر کنن و آدم های اینا رو کار بیاد که خیلی برای حاکمیت ملی خطرناک هستن. اینا سوراخ های گشاد نفوذ هستن. و اصولا من هیچ اعتقادی به این دموکراسی منحوس ندارم، یه پدیده غربی هست و به هیچ وجه نباید سرنوشت یک کشور به آرای عموم گذاشته بشه. اگر شما اگر در ایران انتخابات برگزار کنه که آیا ما یکی از استانهای آمریکا بشویم، پاسپورت آمریکایی داشته باشیم، اکثریت تو ایران خب بهش رأی میدن. خب این ضعف دموکراسیه. اصلا نباید سیاست های کلان و آرمانی یک کشور که چند هزار سال عقب داره رو شما به رأی توده قرار بدید. این چیزای سطح دوم، سطح سوم رو شما میتونید پرسجو کنی از مردم و آراشون رو بپرسی، ولی اینکه سیاست های کلی حکومت و کلان و حاکمیت ملی چجوری باشه، خب این حماقته. اصلا دموکراسی ابزار نفوذ کشور غربی هست. وگرنه دلشون برای ما سوخته، اروپاییایی که 500 سال استثمار کردن، استعمار کردن و هنوز همچنان بیرحم هستن،
اینا دلشون برای دموکراسی در مناطق ما میسوزه. اینا اگه واقعا دلسوز بودن این کشورهای فقیر منطقه رو استعمار نمیکردن، استثمار نمیکردن، آبادانی نسبی ایجاد میکردن که اینقدر مهاجر نره اروپا سال چند میلیون و این قاتلهای آدمکشای اتوکشیده کرواتی هیچ وقت دلشون واسه دموکراسی در مناطق ما نسوخته، بلکه اینا از دموکراسی به عنوان بزرگترین دریچه نفوذ یا ابزار نفوذ استفاده میکنن برای اینکه آدمهای خودشون، مهرهای خودشون رو در تمام نقاط کلیدی حاکمیتی و حکومتی بگنجانن و این کشورها به کمک این مهرها نتونن مسیر توسعه رو طی بکنن و همیشه گرفتار باشن و سوسری خور باشن و برده باقی بمونن تا اونان همچنان بتونن از این رویه ناعادلانه ثروت اندوزی در جهان سودمند باشن. به همین دلیل خیلی خوشحالم که دارم میبینم که جریان‌های خارجی دارن انتخابات رو تحریم میکنن، به خاطر همینه که این روباه بنفش خاتمی احساس خطر کرده و این حرف زده و این خاتمی به خاطر همین ترسیده و گفته باید در انتخابات شرکت کنیم و خاتمی هم عملا یک عمله قشر متوسط یا قشر ابر میلیاردرها نیست و نه دلش واسه جمهوری اسلامی و نظام و حکومت و اینا که اصلا اونا یه عده هستن منافع اقتصادی دارن بیشتر و ماموریت های نفوذ دارن و قطعا دلشون واسه نه ایران نام کلی یا کلیت ایران میسوزه، منافع ملی میسوزه. پس چه بهتر که 15% 20% که می اومدن رأی میدادنش رو نگاه کنید که آقای ابراهیم یزدی و جبهه ملی و نهضت آزادی همه عادت همه اومدن به این شیخ بنفش، به حسن اسرائیلی اسکاتلندی رأی دادن، اینایی که همیشه معتقد به تحریم بودن و جو زده کردن مردم عامه و با دروغ های دوگانه ساز، دروغ پرکنی ها که میکنن همیشه باعث میشه که دموکراسی و انتخابات همیشه جریان یا اهرم فشار باشه برای این اربابان نفوذ در خارج از کشور برای تسلط بر یک کشور. به خاطر همین دموکراسی چیز کاملا مزخرفیه، ابزار نفوذ ابرقدرت ها هست و امیدوارم که همیشه انتخابات تو ایران تحریم باشه، هرچی انتخابات مشارکتش کمتر بهتر. و اون یه عده‌ای هستن که همیشه میرن 60-70% که رأی میدن و همین مجلس که توش کوچک‌زاده و رسایی و اینها باشن هزار برابر شرف داره به مجلس که توش اصالیون و لیبرال ها باشن و برای کشور مصیبت هستن و دائم هم از نیازهای اجتماعی مردم که آزادی های اجتماعی باشه سوء استفاده میکنن برای رسیدن به منافع حزبی خودشون و فریب دادن مردم. و مردم با این که بارها دست اینو فریب میخورن باز دوباره نمیدونم چیه که باز دوباره فریب این روباهای بنفش رو میخورن و در انتخابات شرکت میکنن. من خوشحالم انتخابات تحریم بشه چون اون جریانی که همچه رأی میدن از تبلیغات جز نکبت بر ما حاکم نکردن تا حالا، اما بهتر که شرکت نکنن و انتخابات تحریم باشه. ما هم استقبال میکنیم. پاینده ایران و بدرود.